با یاد و نام همه شهیدان عزیز و با ذکر نام مولامون امام حسن علیه السلام خواهش میکنم که افتتاح بکنید. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی. بکشای راه بسته را، بنواز جام خسته را، بشکن دوباره هسته را، عشق است تا منظور تو. هموطنان عزیز با سلام و درود، من حسن دایی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. از تابستان 1381 که برنامه مخفی هسته جمهوری اسلامی برملا شد، رژیم ایران یک کارزار گسترده در داخل و خارج از کشور به راه انداخته تا برنامه هسته‌ای رو مورد حمایت اکثریت مردم ایران جلوه بده. مردمی که گویا انرژی هسته‌ای رو حق مسلم خودشون و مایه غرور و افتخار میدونن، پیروزی های پی در پی هسته‌ای رو جشن میگیرند، در این جشن ها کیک زرد میخورند و به هیچ وجه حاضر به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نیستند. برای انرژی هسته‌ای سمفونی ساخته شده و شاعران درباره حق مسلم هسته‌ای هم شعر سرودند. چند هفته پیش در نوامبر 2013 تیتا پارسی، لابیست طرفدار رژیم در آمریکا، به همراه رئیس یکی از مؤسسات نظرسنجی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن مدعی شدند که طبق آخرین نظرسنجی علمی از ایرانیان داخل کشور، 96% از مردم ایران، اشتباه نشیده اید، 96% از مردم ایران به طور قاطع از برنامه هسته‌ای دفاع می‌کنند و معتقدند که این برنامه هسته‌ای آنقدر مهم است که به تحریم و فشار اقتصادی می‌ارزد، یعنی حتی به قیمت ادامه تحریم‌ها بایستی به اون ادامه داد. کارزار گسترده رژیم ایران برای مردمی نشان دادن برنامه هسته‌ای سه بخش داره. نخست، همه تریبون‌های رسمی، دولتی، نماز جمعه و رسانه‌های عمومی به کار گرفته میشن تا ضمن دفاع از برنامه هسته‌ای اون رو در راستای منافع ملی و اقتصادی کشور معرفی کنن و به موازات اون صدها تظاهرات و مراسم جشن و پایکوبی هسته‌ای سازماندهی شده تا مردم ایران رو حامی این برنامه معرفی کنند. دوم، سانسور شدید و گسترده در همه رسانه‌های داخل کشور به منظور جلوگیری از هر گونه مخالفت با برنامه هسته‌ای است. هیچ رسانه‌ای حق چاپ مقاله و اظهار نظر در مخالفت و یا نقد برنامه هسته‌ای رو نداره. سوم، شبکه لابی رژیم ایران در خارج از کشور در هماهنگی با محافل طرفدار مباشات، با انجام سخنرانی، مصاحبه و چاپ مقالات در رسانه‌های بزرگ و مهمتر از همه انتشار نظرسنجی‌های غیر واقعی از مردم ایران، برنامه هسته‌ای رو مورد حمایت اکثریت قاطع مردم ایران نشون میده. رژیم ایران با پیشبرد این کارزار در داخل و خارج کشور دو هدف عمده رو مد نظر داره. در داخل کشور با راه اندازی جشن و پایکوبی در حمایت از برنامه هسته‌ای و به موازات اون با اعمال سانسور و خفقان از گسترش مخالفت عمومی و مردمی با این برنامه جلوگیری میکنه. در صحنه خارجی با مردمی نشان دادن برنامه هسته‌ای و قدرت نمایی در مقابل غرب، در مذاکرات هسته‌ای از اهرم فشار و چانه‌زنی برخوردار میشه و از فشار غرب میکاهه تا به اهداف استراتژیکش دست پیدا کنه. در گزارش امروز کارزار هماهنگ رژیم ایران و لابی‌های خارج از کشوریش رو برای مردمی نشان دادن برنامه هسته‌ای و اهداف رژیم از این کارزار رو مورد بررسی قرار میدیم. طی 11 سالی که از علنی شدن برنامه هسته‌ای می‌گذرد، رژیم ایران
یک سانسور بسیار سخت بر رسانه‌های کشور حاکم کرده تا هیچ صدای منتقدی در مخالفت با برنامه هسته‌ای به گوش نرسد. رژیم با این سانسور تلاش میکنه تا اهداف نظامی این برنامه و هزینه‌هایی که این برنامه بر مردم ایران، بر سرزمین ایران و بر نسل‌های کنونی و آینده کشور تحمیل کرده و تحمیل خواهد کرد رو از نظر مردم پنهان کنه. احمد شیرزاد، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم رژیم ایران، از معدود سیاستمداران است که گهگاه به خود جرأت داده و در مورد برنامه هسته‌ای صحبت کرده. شیرزاد در سخنرانی خود در 12 آبان 1385 در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: من سوالم این است که این همه هزینه دادن به خاطر چیست؟ اصلا از ابتدا چه کسی در جریان این مسائل و این پروژه ها بود؟ هیچ کدام از مجالس اول تا ششم که ما بودیم در جریان این پروژه ها نبودند و هیچ نوع شفافیتی وجود نداشت. این روند اکنون به جایی رسیده که اساساً امروز هر کارشناسی می‌خواهد گزارشی بنویسد و بحثی بکند ناچار به شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست می‌رسد. چرا؟ چون در نهایت در این مسیر به نهادهای امنیتی می‌رسیم و کسی نمی‌تواند حرفی بزند. اما از اونجا که برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ناشی از اون نارضایتی‌های اجتماعی رو دامن می‌زنه و آینده نظام رو به خطر می‌اندازه، برخی از مسئولین و وابستگان رژیم در مواردی بسیار نادر صدای اعتراض خود رو نسبت به سانسور و ممنوعیت بحث در مورد برنامه هسته‌ای ابراز کردن. در اینجا به دو نمونه از اونها اشاره میکنیم. صادق زیبا کلام از کارشناسان حامی دولت حسن روحانی در مقاله‌ای در خرداد ماه 1392 نوشت: علارغم اهمیت حیاتی موضوع هسته‌ای برای کشور، متاسفانه مسئولین قدغن کردن که هیچ مطلبی در خصوص برنامه هسته‌ای کشور که در جهت تأیید و تصدیق سیاست‌های رسمی نظام نباشد، نگفته شود و ننوشته شود. بنده بارها و بارها یادداشت‌هایی نوشتم که چون با سیاست‌های رسمی نظام در خصوص بحث هسته‌ای همخوانی نداشته، هیئت تحریریه آن روزنامه از چاپ آن خودداری نموده و در پاسخ به اعتراض بنده هم گفتند که دستور صریح مسئولین است که هیچ مطلبی که در انتقاد از مواضع هسته‌ای ایران باشد قابل چاپ نمی باشد. این سیاست فقط مربوط به دوران ریاست آقای دکتر سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی نبوده. قبل از مشاور علیه و در زمان ریاست دکتر علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی هم همین وضعیت وجود داشت. ایزن در زمان ریاست دکتر حسن روحانی در دوران اصلاحات هم همین سیاست اعمال می شد. یعنی در زمان اصلاح طلبان هم نوشتن پیرامون موضوع هسته‌ای مجاز نبود. مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور در زمان محمد خاتمی و دبیر کل سابق حزب مشارکت در یک مناظره علنی در آذر ماه 1385 در دانشگاه گرگان گفت: متاسفانه بحث در ابعاد پرونده هسته‌ای که می‌تواند زندگی حال و آینده تک تک ایرانی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی استقلال و یک پارچگی سرزمین ایران را آسیب پذیر کند، به دلیل تصمیم غلط شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های عمومی ممنوع شده است. یعنی با مهمترین مسئله‌ای که می‌تواند تأثیرات جدی بر سرنوشت فرد ما داشته باشد مواجهیم و نه تنها رادیو و تلویزیون دیدگاه‌های مختلف را مطرح نمی‌کند و در این مورد به بحث نمی‌پردازد، بلکه رسانه‌های مکتوب نیز از بحث درباره این مسئله سرنوشت ساز منع شدند. به موازات تبلیغات رسمی در داخل کشور، لابی‌های رژیم در خارج به ویژه در آمریکا با حمایت محافل طرفدار دوستی و مماشات با رژیم ایران، یک کارزار بزرگ رسانه‌ای برای جا انداختن این ایده که مردم از برنامه هسته‌ای دفاع می‌کنند به راه انداختند. صدها مقاله و گزارش در رسانه‌های مهم و مؤسسات تحقیقی بانفوذ منتشر شده، ده‌ها سخنرانی، مصاحبه و کنفرانس برگزار شده تا برنامه هسته‌ای مردمی نشان داده بشه. در کنار این تبلیغات رسانه‌ای، نظرسنجی‌های غیر واقعی و در خیلی موارد کاملاً جعلی منتشر میشه که در همه اونها اکثریت ایرانیان از برنامه هسته‌ای حمایت میکنن و به هیچ وجه حاضر به دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم نیستن. جالب اینجاست که رسانه‌های حکومتی در ایران همین نظرسنجی‌های مثلا خارجی که بعضن ماموران خود رژیم ایران و لابی‌هاشون
درست کردن رو به عنوان یک نظرسنجی علمی و تهیه شده در خارج از کشور در رسانه‌های داخل منتشر می‌کنن تا مردم رو فریب بدن. این نظرسنجی‌ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول از طریق تلفن، اون هم از خارج از کشور انجام میشه و از این رو پایه و اساس علمی نداره و فاقد اعتباره، زیرا اکثر شهروندان ایرانی عقاید سیاسی خودشون رو به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای و گناه حکومت در ویرانی کامل کشور رو به مخاطب ناشناس تلفنی، اون هم از خارج کشور، ابراز نمی کنن. اما محافلی که خواهان دوستی آمریکا با رژیم ایران هستند، با آگاهی از بیپایگی این نظرسنجی ها اونها رو تولید و منتشر میکنند. اما بخش بزرگی از این نظرسنجی ها توسط محافل طرفدار مماشات و عوامل ایرانی آنها در تهران و واشنگتن انجام میشه که بعضا ماموران و کارمندان رژیم ایران هستند. این نظرسنجی های جعلی آنقدر به نفع رژیم هستند و آنقدر نتایج باور نکردنی دارند که هر ناظر بی‌طرفی رو به خنده وامی داره. اما رسانه های بزرگ آمریکایی اونها رو با آب و تاب منتشر میکنن. مرکزی در دانشگاه مریلند به نام World Public Opinion بیشترین نقش در تولید این نظرسنجی های جعلی رو داشته و سال 2007 تا کنون بدون وقفه به این کار مشغول بوده. در اینجا تیتا پارسی و چند نفر از چهره‌های طرفدار مماشات برای ارائه اولین نظرسنجی در سال 2007 دیده میشن. نفر اصلی این مؤسسه در ایران که بیشتر این نظرسنجی‌ها رو درست می‌کنه، فردی است به نام ابراهیم محسنی که به طور همزمان در دانشگاه تهران و در دانشگاه مریلند فعالیت می‌کنه. این فرد یک حزب‌اللهی واقعی است و حتی در تظاهرات بسیجیان در ایران هم سخنرانی می‌کنه. در واشنگتن نفر اصلی که این نظرسنجی ها رو به خورد رسانه ها و محافل آمریکایی میده، تیتا پارسی، رئیس سازمان لابی نایاک طرفدار رژیم ایرانه. در اینجا تیتا پارسی و ابراهیم محسنی رو در کنار هم در یک کنفرانس مطبوعاتی برای ارائه یکی از این نظرسنجی ها که در تهران ساخته و پرداخته شده میبینیم. اجازه بدید با هم به چند نمونه از این نظرسنجی ها نگاه کنیم تا به کارزار دروغ رژیم ایران و لابی های خارج از کشوریش آشنا بشیم. در همه این نظرسنجی ها اکثریت مردم ایران از برنامه هسته‌ای حمایت میکنن و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی حاضر به توقف این برنامه نیستن. یکی از حیرت آورترین این نظرسنجی ها در اکتبر 2012 طی کنفرانس مطبوعاتی با شرکت دستاندرکاران این نظرسنجی من جمله ابراهیم محسنی منتشر شد. طبق این نظرسنجی که در رسانه‌های مهم آمریکا هم انعکاس پیدا کرد، اکثریت مردم ایران جنگ و تحریم رو به توقف غنی‌سازی ترجیح میدن. حاضرن جنگ بشه اما غنی‌سازی در ایران متوقف نشه. Hey, which is closer to your opinion? Iran should continue its nuclear enrichment activity even if it results in a war, versus Iran should prevent a war from occurring even if it means suspending nuclear enrichment activity. 55% say we should continue enriching uranium, while 33% say preventing the war is of higher importance. برای آنکه با میزان دروغگویی مؤسسات نظرسنجی و نقش رژیم ایران و لابی‌های خارج از کشورش آشنا بشیم، اشاره می‌کنم که در سپتامبر 2009، یعنی چند ماه پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و در اوج جنبش مردمی در ایران، یعنی 4 سال پیش که میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها بودند و رژیم به طور وحشیانه مردم رو سرکوب میکرد، همین مؤسسه در دانشگاه مریلند یک نظرسنجی در مورد انتخابات قلابی ریاست جمهوری و پیروزی احمد نژاد منتشر کرد و مدعی شد که 81% از مردم ایران معتقدند که با وجود همه اتفاقاتی که پس از انتخابات افتاده، احمدی نژاد رئیس جمهور مشروع و منتخب مردم ایرانه و اکثریت قاطع مردم ایران به پروسه انتخاباتی در ایران و به احمدی نژاد کاملا اعتماد دارند. چند ماه بعد در سال 2010 همین مؤسسه یک نظرسنجی جدید منتشر کرد که باز هم 81% احمدی نژاد رو رئیس جمهور مشروع و منتخب می‌دونستان و 83% گفتند که انتخاباتی که در اون احمدی نژاد برنده شد انتخاباتی آزاد و منصفانه بوده. 61% مردم معتقدند که قدرت و اختیارات ولی فقیه ضروری است و باید باشد.
حال به آخرین نظرسنجی که این محافل منتشر کردن و تیتا پارسی برای تبلیغ و جا انداختن اون به صحنه اومده نگاه کنیم که گویا در سپتامبر 2013 در ایران انجام شده و با 1205 نفر به طور تک به تک در خانه اونها گفتگو شده. می شود حد زد که فقط وابستگان رژیم که مورد تایید مقامات امنیتی هستند می توانند با این آزادی به خانه های مردم برن و در مورد رژیم و برنامه هسته‌ای نظرسنجی درست کنند. طبیعی است که می توانید نتایج این نظرسنجی ها رو هم حدس بزنید. When we asked, do you support the nuclear program? Majority say yes. When we asked, should your country have a nuclear weapon? That's the slide that we're going to put up next. Should your country have a nuclear weapon? About 2/3 say yes. And then finally, when asked the question about sanctions, 96% say it's right to have the nuclear weapon, even if sanctions are taking a toll. It's worth the price of sanctions to have a nuclear weapons program, or a nuclear program period. این از سنجای ساختگی تلاش میکنن تا این ایده رو الغا کنند که آمریکا هرچه بیشتر به ایران فشار بیاره و تحریم کنه، حمایت مردم از برنامه هسته‌ای بیشتر میشه و هرچه وضع اقتصادی کشور بدتر شه، نفرت مردم به جای اینکه متوجه رژیم بشه، علیه آمریکا برانگیخته میشه. بنابراین بهتر آمریکا دست از تحریم و فشار برداره و برنامه هسته‌ای رژیم ایران رو بپذیره. در پایان فکر نمی‌کنم نیازی به پاسخگویی به این نظرسنجی‌های مضحک و تبلیغات حکومت ایران در داخل و خارج کشور برای مردمی نشان دادن برنامه هسته‌ای باشه. فقط اشاره میکنم که علی‌رغم سانسور شدید، مردم ایران اگر فرصتی پیدا کنند پرده سکوت و اختناق رو کنار میزنن و مخالفت خودشون با برنامه هسته‌ای که کشور رو به ویرانی کشانده رو نشون میدن. سال گذشته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روی وبسایت خودش یک نظرخواهی به راه انداخت تا مردم نظر خودشون درباره برنامه هسته‌ای رو بیان کنند. ده ها هزار نفر در این نظرخواهی شرکت کردند و 63% اونها بدون واهمه خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند. این نظرخواهی بلافاصله از وبسایت صدا و سیما پاک شد.